و ما دامون گلریس پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل دانشگاه لاهه اینجا همراه ما هستن خیلی خوش اومدین به برنامه ویژه برنامه ایران اینترنشنال اعتراض ها با وجود فضای امنیتی سرکوب های گسترده ادامه داره این رو چطور تحلیل میکنی؟ این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ دورد بر شما بینندگان عزیز ببینید حکومت هیچ راهی نداره به جز سرکوب کردن ولی نکته که خیلی میان مهم هست این هست که الان حتی هشتک محسا به بیش از 85 میلیون تن یا 85 میلیون بار دیده شدن و توییت شدن رسیده این به معنا اینه که حتی در یک فاصله طولانی تر از جنبش میتو و جنبش بلک لایف ماترز که خیلی جنبش جهانی بود فقط به یک کشور و به یک شخص و به یک جنبش برنمیگشت نشون دهنده اینه که یک پیوند ناگسستنی و عمیقی هست بین اون پیامی که این اتفاقات داخل ایران داره برای کلن انسانیت و این پیام من بارها پیشم گفتم این موضوع رو و این پیام هم پیام اتفاقا خیلی ایرانیه پیام مهره آین مهر، آین عشق، آین دوست داشتن این اون چیزی هستش که مثل نخ تسبیح آزادی، زن و زندگی رو به هم متصل میکنه و این اون پیامیه که به طور ناخداگاه ملت‌ها، افراد مهم، از کیم کاردشیان بگیرید تا بقیه متوجه میشن که باید به این پیام پاسخ بدن، حتی به نفع خودشون هم هست به نفع دیده شدن هم هست و قطعا میدونید واگنر یه اوپرای خیلی معروفی داره، یکی از شاهکاراش هست که در اون به نام حلقه نبلونگ، در مقابله با قدرت مطلق قدرت بیشتر رو قرار نمیده بلکه در مقابل اون مهر یا عشق رو قرار میده و این عشقی که ما میبینیم اون دوست داشتنی که ما میبینیم در خیابانها باعث میشه که به صورت جهانی در مقابل با سرکوب خودش رو متحد کنه و بسیج کنه و من به نظر من مهم نیست نتیجه چی هست در این دو سه روز آینده درسته. بلکه تاثیرگذاری اون به گمان من خیلی عمیق‌تر از اون چیزیه که ما تا الان باهاش مشاهده کردیم اشاره کردین که این همراهی و همدلی چقدر میتونه خصوصا در سطح جهانی کمک بکنه به معترضان اون معترضانی که کف خیابون مقابل این سرکوب نیستن از چه ابزار دفاعی و قانونی میتونن استفاده بکنن تو چه در واقع چطور میشه از اونها به معنای واقعی دفاع کرد این جمهوری اسلامی هر نوع آآ آآ کاری رو داره انجام میده برای سرکوب کردن یکی از کارهایی که واقعا شگفت انگیزه و در عرف بین الملل به عنوان در عمل حتی در جنگ ها هم ازش استفاده نمیشه مسئله استفاده از آمبولانس هست برای منتقل کردن اسلحه به جای منتقل کردن مجروحان این گزارش ها این گزارشاش اومده بیرون نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی هیچ نوع اخلاق و هیچ نوع محدودیت رو برای سرکوب در نظر نمیگیره حتی کنوانسیون های بین المللی رو زیر پا میگذاره زنده باد و این،, این به اون معنا هستش که مردم هم در مقابل اون با اینکه مسالمت آمیز و خشونت پرهیز واکنششون خیلی نمیتونن به قانون اونم قانونی در درون حکومت جمهوری اسلامی رجوع بکنن بلکه به حمایت های بین المللی که هر روز داره بیشتر میشه و عرض کردم نخ تسبیح بین زن زندگی و آزادی که مهر ورزیدن هست و به هم تکیه کردن هست فقط میتونه به اون رجوع بکنه مسئله قانون دیگه کنار رفته و دیگه الان مطرح نیست همین حجاب اجباری در واقع قوانینی هستن که باید از اونها گذر کرد اصلا اساس این اعتراضات همون قوانینی هستند که با هیچ یک از استانداردهای بین المللی همخوانی نداره تو آقای خامنه ای معتقده که گزارش رو میخوندم که این مخالفت با حجاب حکم محاربه است دشمنی با خدا یعنی این این قانون جمهوری اسلامیه و کل این خیزش هدفش مقابله با اون قانونیه که جمهوری اسلامی بنا گذاشته و اصل ذات این قانون بر مبنای تبعیض دقیقاً برعکس اون اتفاقی که الان داره در خیابان میفته از کردستان تا تهران از خزر تا خلیج فارس یک نوع به صورتش سراسری هم یک همین میخوام اشاره بکنم این اعتراض مردم یک مشابهتی بین هم پیدا کردن پر از اشتراکه این چقدر میتونه کمک بکنه بهشون یک این کاملا در در تضاد با تز بقای حکومت که هدفش تفرقه و تضاد بین ایرانی هاست تضاد بین قوم فرض بکنید اه, یکی از اقوام ایران با بقیه اقوام تضاد بین زبان تضاد بین زن و مرد تضاد بین شیعه و سنی و اتفاقا این همگرایی و سراسری کاملا در نقطه مقابلش و حکومت هیچ راهی هم جز مقابله نداره یعنی متوجه هستش که برای همین آقای خامنه هیچ موزه نکرده تا الان چون وقتی میتونه موزه بکنه که فکر کنه که پیروزه و چون نمیتونه موزه پیروزمندانه داشته باشه سکوت میکنه ممنون از شما دامون گلی است که اینجا همراه من در پوشش ویژه خبری ایران اینترنشنال بندوش.